خانم‌ها آقایان، درود بر شما. علی جوانمردی هستم، میزبان شما در برنامه افق امشب چهارشنبه شب 16 دی ماه 1394، برابر با 6 ژانویه 2016، و با نگاهی به پیامدهای قطع روابط عربستان سعودی با ایران. اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه منتقد عربستان سعودی در ریاض، موجی از اعتراض شیعیان در کشورهای مختلف جهان را به دنبال داشت. آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه در عراق، اعدام شیخ نمر را ستمکاران توصیف و آن را محکوم کرد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به رهبران عربستان هشدار داد و گفت خون به ناحق ریخته شیخ نمر در آینده نزدیک برای عربستان پیامد خواهد داشت. در این میان تعدادی از معترضان شیعه در تهران به سفارت و در مشهد به کنسول عربستان سعودی حمله کرده و به بخش‌هایی از ساختمان سفارت عربستان سعودی آسیب رساندند. مسئله‌ای که نه تنها توجه جهانی به اعدام شیخ نمر را تحت تأثیر قرار داد، بلکه موجب قطع روابط دیپلماتیک و تجاری عربستان سعودی و سپس بحرین و سودان با جمهوری اسلامی ایران شد. امارات متحده عربی هم روابط خود با ایران را کاهش داد و سپس کویت نیز سفیر خود را از تهران فراخواند. واکنش‌های معترضان شیعه در تهران به اعدام روحانی منتقد شیعه در عربستان، رقابت‌های سیاسی ریاض با تهران را وارد مرحله خطرناکی کرده است. در برنامه امشب افق به پیامدهای قطع روابط عربستان سعودی با ایران میپردازیم. برای بحث امشب افق در خدمت سه میهمان گرامی هستیم. در استودیوی اربیل اینجا پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین، بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه و عضو شورای روابط خارجی آلمان در برلین، و از لندن پیروز مجتهدزاده، استاد دانشگاه. هر سه میهمان گرامی خوش اومدید به برنامه امشب افق. اجازه بدید پرسش اول رو از استودیو شروع کنم با شما آقای پرویز رحیم. واکنش ها به اعدام شیخ نمر باقر النمر چقدر متأثر از رقابت ها و تنش سیاسی بین ایران و عربستان بوده؟ بله، قبل از اون سلام دارم خدمت شما و همکاران محترم، بینندگان عزیز و مهمانان گرانقدرتون. ببینید، قبل از اون باید اشاره داشته باشیم که این رخداد یا حادثه و واکنش ها خلق الصائع نبوده، بلکه برمیگرده به یک زمینه شاید نچندان دوری که از فردای انقلاب اسلامی ایران به نوعی با سیاست هایی رو که ما از هر دو طرف شاهد بودیم و علل خصوص بعد از شعارهایی که از جانب جمهوری اسلامی ایران در مورد صدور انقلاب و همچنین بحث هلال شیعی که بعداً پدید اومد و از طرف دیگر در مسائل و مشکلاتی که در منطقه به نوعی ما شاهد این بودیم که عربستان سعودی یک احساس ناامنی در حیات خلوت یا در منطقه خارج نزدیک و در جاهایی که به شیوه سنتی منطقه نفوذ عربستان بوده، ما قبل از اون تنش‌هایی رو شاهد بودیم بین ایران و عربستان، چه در جنگ 8 ساله و کمک عربستان به دولت عراق، و بعد از اون هم ما شاهد بودیم که یک سری از رخدادهایی در منطقه رخ داد، حمله عراق به کویت و تدخل آمریکا، و بعد از اون هم شاهد یک نوع تنش‌زدایی بین طرفین بودیم که آقای رفسنجانی رئیس جمهور وقت و سپس آقای خاتمی سعی در ایجاد روابط مستحکمتر و گرمتر داشتن، جدا از مسائلی که در سال 66 مسئله تظاهرات زائرین و مسئله براءت از مشرکین، کشته شدن بیش از 400 نفر و 275 زائر ایرانی رخ داد. یک سری از رخدادها سطح این تنش ها رو بسیار بالا برد. از یک طرف مسئله پرونده هسته ایران و ایجاد رعب و وحشت و احساس ناامنی عمیق در کشورهای منطقه، علل خصوص کشورهای خلیج، و علل خصوص در مورد عربستان سعودی،
چرا که سیاست‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران و به نوعی تدخل و همچنین حمایت از گروه‌های تندرو که بر ضد کشورهای که تا دیروز دوست و همپیمان عربستان و سعودی و یا غرب محسوب می شدند، این تحولات باعث شد که بعد از رخداد بهار عربی این تصور بین نخبگان سیاسی در عربستان و سعودی به وجود بیاد که برنده این تغییر و تحولات جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی هم با سیاست هایی که در عراق علی الخصوص بعد از سال 2003 و دقیقاً بعد از سال 2005 و سرکار آمدن یک حکومت با اکثریت شیعی در عراق، ما شاهد هستیم که عربستان سعودی این روابطش رو با ایران بیشتر به یک مرحله سرتری سوق داد. ببینید، از یک طرف بعد از بهار عربی مسئله سوریه و تدخل‌های ایران، حمایت ایران از رژیم بشار اسد، قبل از اون مسئله حزب الله و جنگ 33 روزه در سال 2006. بسیار خب، این تاریخچه‌ای هست که شما میگید. جدا از اون، حالا برگردیم به حال حاضر. یعنی میخواید بگید با این بس به دلیل این رقابت‌ها، این نگرانی‌ها و تنشی که بین دو طرف بوده، در هر صورت باعث شده که مثلا روحانی منتقد شیعه اعدام بشه و واکنش‌های بعدی هم تحت تأثیر همون پیشینه دقیقاً تاریخی. این فضای ذهنی و فضای ادراکی برای نخبگان هر دو طرف، و از طرفی اشاره کردم بعد از توافق هسته‌ای بین کشورهای قدرتمند جهان، پنج به اضافه یک و ایران، این تصور رو به وجود آورد که جمهوری اسلامی بعد از برداشتن تحریما این نوع فشارهای سیاسی که کم بشه بیشتر نفوذ خودش رو گسترش میده و دیدیم هم که در بحران یمن و حمایت از حوثی‌ها و همچنین با حمایت روسیه مسئله سوریه بسیار پیچیده تر شد، مسئله عراق و همچنین خود لبنان، مسئله صلح بین فلسطین و اسرائیل که جمهوری اسلامی از طرفی حمایت میکنه که حماس هست و حماس از طرف جامعه جهانی به نوعی به انزوا کشانده شده، و تمام این مسائل دست به دست هم دادن که یک پیام صریح و آشکاری رو برای ایجاد یک موازنه در داخل و خارج، عربستان سعودی با اعدام شیخ نمر به ایران و همچنین متحدان اون بده که بر سر مسائل امنیتی و حیاتی خودش قائل به هیچ نوع عقب نشینی نیست. بسیار خوب، بسیار خوب. اجازه بدید به لندن بریم. آقای مجتهدزاده، شما چی فکر میکنید؟ واکنش ها به اعدام شیخ نمر باقر النمر چقدر متأثر از تنش و اختلافاتی است که بین عربستان سعودی و ایران وجود داشت؟ البته به صورتهایی، ولی من این بحثی که ارائه شد رو قبول ندارم، برای اینکه عامل اصلی در تشدید حساسیت در روابط ایران و عربستان سعودی که همانا اسرائیل باشد به طور کلی کنار گذاشته شد در این بحث، و در حالی که همه دنیا شاهد این هستند که از تاریخ 2006 که این برنامه هلال شیعی که توسط اولمرت، نخست وزیر سابق اسرائیل، در همکاری با پادشاه و عموی پادشاه اردن شکل گرفت، در سال 2006 به بعد عربستان سعودی و حسن به این توطئه پیوستند و روابط عربستان سعودی با ایران از اون تاریخ به شدت حساس شد، و ما میدونیم که این مطالبی که بیان شد در زمینه واهمه عربستان سعودی از برنامه هسته‌ای ایران و بقیه دنیای عرب و غیر ذلک، ما شاهد این بودیم که نتانیاهو علناً و در رسانه‌های بین المللی کشورهای عربی رو تشویق میکرد به طرف این ترس و ایجاد این وضعیت بسیار بسیار حساس کنونی. بحثی که الان دوست ما ارائه کرد، عربستان سعودی رو صاحب همه گونه حق در ترس و وحشت از وضعیتی که ایران ندارد رو وضعیت جاری قلمداد کرد و وضعیت ایران رو وضعیت خطاکار، در حالی که وقتی ایشون اشاره میکند که ایجاد نفوذ ایران در عراق، ایشون فراموش میکند که ایران هیچ دست به هیچ کاری نزد که
در عراق نفوذ ایجاد بکند. عراق رو ایالات متحده امریکا اشغال کرد و ایالات متحده امریکا بود که اکثریت ملت عراق یعنی شیعیان رو به قدرت رسوند. طبیعی است همون موقع من به دولت امریکا می نوشتم و عرض کنم حضور شما که اخطار می دادم، هشدار می دادم که ایجاد دموکراسی در عراق به معنی انتقال قدرت از اقلیت به اکثریت مردم عراق خواهد بود و اکثریت مردم عراق که شیعی هستند با ایران طبیعتاً یک نوع حس همدینی و همگرایی خواهند داشت. این تقصیر ایران نیست و این رو به حساب ایران تقصیر ایران گذاشتن کاملا دور از انصاف است. ایالا اتفاقا جنبه بحث درست است، یعنی عربستان سعودی تحت اغواگری های اسرائیل واقعا به این باور رسید که ایران هلال شیعی تشکیل داده است و در عراق نفوذ ایجاد کرده است و در بحرین میخواهد دخالت بکند و حتی در عرض کنم حضور شما که افریقا هم میخواهد دخالت بکند که هلال شیعی خودش را از افریقا تا به مرزهای اسرائیل واقعیت ببخشد. من فکر میکنم که این توطئه آبرو باخته وضعیت خودش رو کاملا مشخص کرد. ولی ضمن اینکه این بحث رو به شما میگم، اینجا برخلاف دوست ما من آقای حسن روحانی رو مقصر قلمداد میکنم، برای اینکه آقای حسن روحانی، دولت آقای حسن روحانی از قبل برای در چند نوبت به عربستان سعودی در مورد قتل نمیر عرض کنم اونطور شما که هشدار داده بود و الان که این قتل اتفاق افتاد، این کشتن اتفاق افتاد، صحیح بود که دولت آقای حسن روحانی تدبیری به خرج میداد و بلافاصله روابط با عربستان سعودی رو قطع میکرد تا کار به اینجا نرسد که سفارت عربستان سعودی در تهران و مشهد اشغال بشود و عرض کنم حضور شما که عربستان سعودی دست بالا رو بگیرد و روابط با ایران رو قطع کند. بسیار خوب، اجازه بدید به برلین بریم. آقای عبدالوند، شما چه دیدگاهی دارید؟ فکر میکنید که واکنش‌ها به اعدام شیخ نمر تا چه حد متأثر از این نگرانی حالا عربستان یا سیاست متقابلا ایران در منطقه است؟ فکر میکنید چقدر به اختلافاتی که دو کشور با هم دارن ارتباط داشت؟ متشکرم از این فرصت رو من میدین. من رالیتت اینه که من این تحولات رو در منطقه شکل میگه، از جمله اعدام آقای شیخ نمر رو، نتیجه یک سلسله از وقایع میبینم که ریشش رو در انقلاب ایران باید دید. انقلاب ایران نظام بیپولار رو در از هم پاشید. ایران عضو سنتو بود، پس از اینکه ایران در واقع درش انقلاب اتفاق افتاد، سنتو از هم پاشید و ایران یک ندای جدید رو در سیاست جهانی مطرح کرد و اونم این بود که نه شرقی نه غربی، یعنی ایران به عنوان یک کشور مستقل نه خواستار این بود که عضو بلوک شرق باشه و نه عضو بلوک غرب. و این پدیده در واقع در به اونجا انجامید که در جنگ 8 ساله کلیه کشورهایی که نزدیکی سیاسی به غرب احساس میکردند، از جمله عربستان سعودی، در یک کوالیسیون نانوشته علیه ایران اقدام به جنگ کردند. ما یادمون نباید بره که عربستان سعودی 70 میلیارد دلار سرمایه در عراق رو سرمایه گذاری کرد برای جنگ 8 ساله علیه ایران. کویت هم به همین تناسب و جنگ دوم عراق، منطقه خلیج فارس که علیه کویت اتفاق افتاد و بعد از اون امریکا در واقع اقدام به این کرد که عراق رو از کویت بیرون بندازه، محصول سالها حمایت مالی عراق، کویت و امارات متحده عربی از جنگ عراق علیه ایران بود و این پدیده مداومت پیدا کرد. مدت تا مدتی که در واقع صدام حسین هنوز سر کار بود، دولت عربستان سعودی تا حدود زیادی راضی بود برای اینکه شیعیان به قدرت نرسیده بودن. با به قدرت رسیدن دولت آقای بوش و حمله امریکا به عراق که هدفش در اصل برای محاصره در واقع سیاسی ایران بود، این اتفاق از کنترل امریکا خارج شد و منجر به این شد که شیعیان چون اکثریت طبیعی جامعه رو داشتن به قدرت برسن. این پدیده موجب مقاومت شدید دولت عربستان سعودی علیه ایران شد مجددا که با حمایت از ترورهای گروه های تروریستی سنی
شروع شد و در نهایت بر مبنای سیاست تقسیم کن و حکومت کن حتی به کردستان عراق رسید که الان ما میبینیم عربستان سعودی به طور یک جانبه از آقای بارزانی حمایت میکنه به امید اینکه بتونه از طریق آقای بارزانی و دولت ترکیه و در این حال تروریست هایی که در عراق سالها توسط عربستان سعودی مورد حمایت مالی قرار گرفتن کوالیسیونی رو علیه شیعیان ایجاد کنه. با توجه به اینکه مواضع دولت ایران در طول تمام این دوران در واقع 30 ساله که از انقلاب ایران میگذره تا حدود زیادی متعادل بوده و اکثرا عکس العمل نشون داده نه عمل، یعنی حضور اینو ما یادمون نره موقعی که ارتش امریکا وارد عراق شد به تبع اون عده زیادی از شیعیانی که در اکسیل زندگی میکردن برگشتن قدرت رو به دست گرفتن چون نماینده سیاسی اکثریت بودن. خب اینا روابطی داشتن با ایران، حتی کوردها، آقای زیباری، آقای بارزانی، آقای طالبانی سالها در ایران زندگی کرده بودن و نفوذ ایران طبیعی بود که روی این جریانات سیاسی وجود داره، ولی عملی از جانب ایران اتفاق نیفتاد. حتی در سوریه ایران عملا در نهایی ترین فاز در واقع اکتیویتیت تروریست ها علیه آقای اسد با مجبور شد دخالت در اوضاع بکنه و ما اینا هم در نظر بگیریم که ایران در سوریه در واقع تضمین کننده حقوق کلی اقلیت هایی است که در اونجا وجود دارن. حالا ما اینو بپذیریم یا نپذیریم یه واقعیت است که اتفاق افتاده. مسیحی ها دروز ها البته در مورد سوریه ایران قبل از پیدایش داعش هم تمامی تلاش خودش رو برای بقای حکومت بشار اسد انجام داده. فکر نمی کنی که در مورد سوریه ایران سیاست جداگانه ای داشته آقای عبدالوند؟ ببینید در سوریه ما بین بد و خوب انتخاب نمی کنیم بلکه بین در واقع پست و کولرا. وقتی ما اینو در نظر بگیریم من خودم همیشه از خودم سوال میکنم اگر اسد در قدرت نمونه آلترناتیوی که برای اسد ممکن انتخاب بشه کی خواهد بود؟ ما الان میبینیم که در واقع آی اس تمام سعی کوشش رو کرد که به قدرت برسه و از حمایت عربستان سعودی و ترکیه هم برخوردار بود. آیا آلترناتیو اسد آی اس باید باشه؟ آیا جهان اینو میپذیره؟ با توجه به این من نمیام در واقع من سیاست رو به عنوان یه پدیده سیاه و سفید نمیبینم بلکه بخش عمده سیاست های ایران اکسیونی بوده بر مبنای یه رئاکسیون. بله البته کاملا شما درست میفرمایید. در حال حاضر دنیا و هیچ کسی در جهان مترقی دست کم ترجیح نمیده که حکومت به جای حکومت بشار اسد گروه دولت اسلامی قدرت رو در دست بگیره، ولی بس قبل از اون هست، حتی پیش از اون، این 4.5 سال یعنی 2.5 سال که دولت اسلامی تشکیل شده، قبل از اون هم که اپوزیسیون میانه رو بود جدا شده ها از ارتش، جمهوری اسلامی ایران به شدت به سرکوب اونها کمک میکرد. بنابراین نمیشه گفت که حکومت آقای بشار اسد به گفته سازمان ملل 250 هزار نفر رو کشته در سوریه. بنابراین تا حد این فرق داره این مسئله. ولی شما نباید فراموش بکنید که اون اعتدالیون اجازه بدید آقای مجتهدزاده، حالا نوبت به شما میرسه، اجازه بدید نوبت رو رعایت کنیم، برمیگردیم خدمت شما. آقای پرویز رحیم، مسئله فقط عربستان نیست. آقای مجتهدزاده گفتن چرا فقط عربستان، ایران هم ممکنه نسبت به سیاست‌های عربستان نگران باشه یا نگرانی داشته باشه، و اساساً قبول دارید که آقای روحانی در این زمینه، یعنی صحبت‌های آقای مجتهدزاده، آقای روحانی در این زمینه مقصر هستند؟ بنده معتقدم که کمترین تقصیر ممکنه به آقای روحانی برسه، چرا که آقای روحانی با دو شعار عمده به سر کار اومد و وعده‌هایی رو که داد ما میتونیم در دو دسته طبقه بندی کنیم. دسته اول در مورد حل و فصل پرونده هسته‌ای که کم و بیش موفق شد، از اون سر بلند بیرون اومد و به تبع اون مشکلات اقتصادی که دنباله این پرونده هسته‌ای وجود اومده بود یا تابع این تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای بود، و وعده دوم مسئله تنش‌زدایی که باز هم برای تقویت جایگاه ایران، چرا که ایران به شدت منزوی شده بود در منطقه و در جامعه جهانی و حتی دولت‌هایی رو که اون دولت‌ها به متحد استراتژیک ایران، شاید اصلا ایران متحد استراتژیکی واقعا نداشته باشه، اما
ایران اینطور حساب میکرد که میتونه روی اونها حساب کنه، اما دیدیم که اینطور نشد. در قطعنامه های چند جانبه و در شورای امنیت بر ضد ایران رأی دادن. پس آقای روحانی هیچ وقت خواستار نبود و اولین واکنشی که بر ضد آتش زدن سفارت و کنسولگری سعودیه در چه در تهران و چه در کنسولگری در مشهد آقای روحانی بود و این عملا به طوری میتونیم بگیم به ضرر آقای روحانی در داخل است و جناح تندرو میتونه از این استفاده کنه. آقای روحانی میخواد این سیاست تنش‌زدایی از منظر اقتصادی و از نظر امنیتی هم امنیت ایران یک تعریف جدید از امنیت ایران داشته باشه. تا دیروز اگر امنیت ایران بر مبنای نظامی و سربازی و یا به نوعی نفوذ در منطقه که از حد خودش فراتر بره نفوذ امر طبیعی است، اما بعضی از نفوذهایی که جمهوری اسلامی در منطقه علل خصوص در عراق و سوریه داره و همچنین در یمن، اینها موجب نگرانی و ترس و وحشت چه در مورد در عراق. ببینید آقای مرتضی‌زاده میگن که در خب تا حدی من خودم هم دیدم و این رو تایید میکنم، خود شیعه در عراق مایل به همچین نفوذی هست. خود شیعه در عراق به نوعی تایید میکنه نفوذ و یا هر چی اسمش رو بذاریم حضور جمهوری اسلامی در اینجا رو. پس بنابراین چرا نفوذ ایران؟ ببینید شما برگردید به گزارشاتی که در اون بخبوخوی جنگ داخلی که در عراق، ببینید اون موقعی که در اوج تنش ها که شکل گرفت بین شیعه و سنی ایران، عملا اون گزارشایی که ارتش آمریکا به مراجع خودشون میدادن و گزارش های کارشناسی بود که با تسلیحات و تجهیزات و آموزش جمهوری اسلامی ایران این انفجارات صورت میگیره. و جالب اینجاست که تنها به شیعیان تندرو نبود این کمک ها، بلکه به نوعی به سنی هایی بود که بر ضد آمریکا گروه های تندرو افراطی بود این معادله رو انجام میداد. ایران شدیداً واهمه داشت از حضور آمریکا در عراق و به نوعی این رو یک نقشه میدید که بعد از اون خب هم این نوبت به عوض شد. بعد از توافق اتمی دست کم چنین روی کردی از طرف ایران دیده نمیشه، یعنی اون چه که دست کم در گزارش منابع آمریکایی دیده میشه همچین روی کردی نداره. حالا ایران عوض شده، حالا به نوعی ایران نفوذش نفوذ سیاسی هست در عراق، نفوذی که به نوعی خود دولت مردان عراقی میخوان. شاید زود باشه ما بگیم که ایران عوض شده، چرا که ایران، من صحبت کردم، ایران یک دستی نیست. هنوز هم تنش‌های داخلی بین جناح‌ها بر ملل خصوص در مورد سیاست خارجی وجود داره. این از طرفی، فقط این رو یک اشاره کوتاهی داشته باشم، اگر ایران عوض شده ما ببینیم سطح تنش‌ها در سوریه بسیار بالاتر گرفته و مسئله حوثی ها در یمن هم به دنبال خودش این اتفاقات اون رو به دنبال خودش داشت. و از طرف دیگر نکته آخر میخوام اینو اشاره کنم، ایران یک نوع سیاستی رو دنبال میکنه، میخواد در معادلات بین المللی از طریق نفوذ در منطقه و به نوعی گسترش هژمونی خودش که یکی از ابزارهای اون میتونه هلال شیعی یا فاکتور شیعی باشه. فقط یک چیز رو اصلاح کنم که اولین بار 1383 ملک عبدالله دوم یا سال 2004 میلادی این به مصطلح رو به کار بردند، مصطلح هلال شیعی. هلال شیعی بسیار خوب. اجازه بدید آقای مجتهدزاده، شما گفتید که دولت آقای روحانی رو مقصر دونستید. چرا دولت آقای روحانی مقصر هست در این داستان؟ یعنی کسایی که به سفارت حمله کردن اونا مقصر نیستن؟ آقای روحانی که محکوم کرده مقصر؟ خواهش میکنم اجازه بدید که خودم درباره نظر خودم توضیح بدم. من همچی چیزی نگفتم که آقای روحانی یا دولتش مقصر این اتفاقات بود. من گفتم بی تدبیری آقای روحانی. بی تدبیری بسیار خب. در چه بود؟ اگر اجازه بفرمایید من توضیح بدم. ببینید این دوست ما همینطور داره حرف میزنه. بله. اجازه بدید من توضیح بدم. بی تدبیری آقای دولت آقای تدبیر و امید در ابتدای کار سبب شد که کار از اختیار بیرون بشه. اگر دولت آقای روحانی که دولت امید و تدبیر است، غیر از این شعارهای دیگری که دوست ما تکرار کردن، در این رابطه اگر تدبیر رو به کار می گرفت، یعنی پس از اینکه چند بار به دولت عربستان سعودی اخطار داده شد یا هشدار داده شد که قتل نمر می تواند عواقب وخیمی داشته باشد،
وقتی این قتل اتفاق افتاد بلافاصله وارد عمل میشد و روابط با عربستان سعودی را قطع میکرد، سفارت عربستان سعودی توسط اوباش در تهران و مشهد اشغال نمیشد و بعد هم این کشورهای کوچک در یک وضعیتی قرار نمیگرفتن که روابطشان قطع بکنن و در نتیجه عربستان سعودی دست بالا رو در این رابطه اختیار بکنن. من دولت آقای روحانی رو در این مرحله و در این حد مقصر میدونم. اما کسی میتواند در ایران باشد که اشغال سفارت بیگانه، هر سفارتی رو محکوم نکند؟ 100% محکوم این کار. اما ما اینجا صحبت از دولت تدبیر و امید داریم، ما صحبت از تدبیر برای تنش‌زدایی در روابط خارجی داریم. یعنی حداقل امیدش رو آقای روحانی به ما داد که در روابط خارجی برای تنش‌زدایی تدبیر خودش را به کار بگیرد، نه سنت‌های بر جای مانده از آقای صادق خرازی در وزارت خارجه ایران رو. بحث من این هست. عرض کنم حضور شما که در بقیه موارد من حیرت می‌کنم که وقتی که اولمرت نخست وزیر اسرائیل در سال 2004 همراه با شاهزاده حسن عموی پادشاه اردن و شخص پادشاه اردن هلال شیعی رو رسما اعلام میکنن به عنوان یک توطئه که شیعیان میخوان جهان سنی رو ببلعند، میاییم اینجا میگوییم که پادشاه اسبق عراق در فلان تاریخ چنین حرفی زده بود. خیلی ها ممکن است این حرف رو زده بودند، ولی این حرف نمیتواند، این بحث نمیتواند خب تحت شعار قرار بدهد. این مسئله یعنی شما میخواهید بگید وقتی که اولمرت گفته عربستان اون رو پیروی کرده؟ ببخشید وسط صحبت من شما میدوید. این توطئه هر نوع بحثی در تاریخ یافتن برای هلال شیعی نمیتواند توطئه اسرائیلی سعودی امروز رو در زمینه تهاجم نسبت به عالم شیعه و در رأسشون ایران رو تحت شعار قرار بده. یعنی شما فکر میکنید که بذار اینطوری بگیم، یک توطئه بوده از طرف اسرائیل و عربستان، یعنی اعدام شیخ نمر برای اینکه اعدام بشه ایران واکنش نشون بده؟ نه 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 نه، بعد علیه شیعه پس خواهش میکنم لطفا ممکنه توضیح بدید که منظور از توطئه اسرائیلی عربی چی هست؟ من همچی چیزی نگفتم. بنده نگفتم که تو اعدام توطئه عربستان و اسرائیل بوده است. گفتم اسرائیل این بحث توطئه هلال شیعی را مطرح کرد و عربستان سعودی پا در تله این توطئه گذاشت و خودش رو در صف مقدم مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایران و عالم تشیع قرار داد. این عربستان سعودی است که برای دنیای اسلام طالبان درست کرد، القاعده درست کرد، داعش درست کرد و همچنان دارد دست به این ادامه میده این توطئه ها رو برای نابود کردن عالم تشیع. و بعد ما اینجا میشینیم و جمهوری اسلامی رو متهم میکنیم و محکوم قرار میدیم، در حالی که البته اقدامی که در تهران و مشهد اتفاق افتاد بر علیه سفارت سعودی متاسفانه اقدام نابخردانه محکومی بوده است که وضعیت ایران رو که در جهان بشری درست داشت میشد، داشت روشن میشد بعد از توافق هسته‌ای، ناگهان به این روز انداخت و دست و اجازه داد، یعنی خودمون اجازه دادیم که عربستان سعودی و این توطئه هاش دست بالا رو بگیره. بله آقای عبدالوند، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید اساسا اسرائیل داره چنین نقشی، یعنی همه سرچشمه این مسائل ممکنه به نوعی از اسرائیل باشه، این ایران هراسی یا شیعه هراسی یا هلال شیعی، هرچی که به هر حال عربستان سعودی بارها تکرار کرده، اسرائیل چه نقشی داره در این بین؟ من نقش عمده برای اسرائیل در تحولات در جهان اسلام اتفاق میفته نمیبینم. به علتش هم خیلی ساده است. بدون در زمانی که اساسا اسرائیل وجود نداشت خیلی از بحران‌ها در جهان اسلام وجود داشت، به خصوص ما دیسکرپانسی رو که بین امپراتوری عثمانی و ایران در سابق وجود داشت نباید نادیده بگیریم و سرکوب‌های شدیدی که در واقع سلفی‌های عربستان سعودی کربلا رو اشغال کردند، هزاران شیعه رو کشتند و اون زمان هنوز اسرائیلی وجود نداشت. من مسئله رو در واقع از این بحث من تعجب میکنم از این بحث. آقای مشتزاده اجازه بدید وقتی که نوبت شما کاملا آزادید. آخه ببینید قربون، این وضعی که امروز هست کاملا جدید و مال امروزه و
و هیچ ربطی به سوابق امر نداره. خب نظر آزاده، شاید یک کارشناس دیگه یه جور دیگه نظر بدن. البته. خب این طبیعیه. البته. شما هم میتونید کاملا مخالف ایشون نظر بدید، ولی اجازه بدید ایشون صحبت کنن بعد. نه، در حالی که ایشون بحث‌های اولیه‌شون بسیار خوب و مفید و بجا بود، من الان تعجب میکنم که چرا سابقه هلال شیعی رو به عثمانی و نمیدونم جاهای دیگه. اجازه بدید، خب به هر حال نظره، اجازه بدید نظره، خواهش میکنم شما اجازه بدید. شما در نوبت خودتون کاملا میتونید که پاسخ بدید. بفرمایید آقای عبدالوهاب. در چشم جلوی چشم جهان این طور رو میشیدن. آقای مشتری چیز غیر محترمانه است. آقای عبدالوهاب شما ادامه بدید. آقای عبدالوهاب لطفاً. آقای مشتری‌زاده وقتی که نوبت رسید به خودشون کاملا آزاد هستن هر نظری که داشته باشن. بفرمایید آقای عبدالوهاب. من حرفی در مورد هلال شیعی نزدم. منتها جهان اسلام نمیتونه دائما مشکلات خودشو در واقع به عهده دیگران بذاره و مطرح کنه که این مشکلات رو در واقع دیگران براش ایجاد کردن. اسرائیل واقعا مشکلاتی در منطقه خاورمیانه ایجاد کرده، به طور عمده با عرب مشکل داره، ولی مسئله یه وسونی که الان ما در عراق میبینیم ارتباط زیادی با اسرائیل نداره. این نظر من به عنوان متخصص که سالها مشاهده کردم این مطلب رو، و از دید من زمانی که جنگ 8 ساله اتفاق افتاد، عربستان سعودی و کویت در واقع با امکانات مالی گسترده پشت سر عراق وایسادن، اسرائیل در اون تو حضور مشخصی نداشت. و اینو ما نادیده نگیریم که در واقع بدون وجود اسرائیل هم بین ایران و در واقع امپراتوری عثمانی بحران‌های وجود داشت. نبرد چالدران رو یادمون نره. و من فکر میکنم نگاه به تاریخ میتونه ما رو در واقع تا حدودی به این مسئله برسونه که به حل مسائل خاورمیانه نیاز به این مسئله داره که مسلمان ها بشینن با هم دیگه اونطور که مسیحا پس از جنگ های 30 ساله شون در انجام دادن به یه در واقع چیز برسن و دست از دیسکرپانس های مذهبی بردارن. این مسائل رو البته باید در یه قالب جدیگری هم دید. عربستان سعودی متحد ایالات متحده امریکاست و در واقع به همین تناسب هم ترکیه، و جفت این کشورها سنی هستند. قدرت گرفتن ایران در منطقه برای عربستان سعودی و ترکیه چندان جذاب نیست، بنابراین با تمام توان میان روی این مسئله ارتباطات ایران و امریکا تاثیرگذاری میخوان داشته باشن. بسیار خوب، صحبت‌های آقای عبدالوهاب رو شنیدید شما. به نوعی میشه حالا این پرسش رو مطرح کرد که این به هر دلیلی، حالا اختلافات گذشته، تنش‌هایی که بین دو طرف هست، نگرانی عربستان یا ایران، هر چی، به اینجا رسیده که این روابط قطع شده بین دو کشور. این چه تبعاتی میتونه بر وضعیت جنگ داخلی در سوریه داشته باشه؟ شاید مجموعه از همه عوامل که شما ذکر کردید، شاید اینطور، اما با درجات مختلف میتونه درست باشه، یک سیمای روشنتری رو به ما ارائه میده. ببینید واقعا کشورهای غربی رو، حتی روسیه رو، شدیداً نگران کرده و حتی خود جمهوری اسلامی ایران هم من فکر میکنم که بسیار پرهیز میکنه. شما اظهارات آقای خامنه ای رو ببینید، بسیار نرمتر از اون چه که تصور میرفت صحبت کرد. این نشون میده که همه کشورها از یک جنگ ناخواسته پرهیز میکنن، چرا که با اون مقدمه ای که در ابتدای صحبت هم عرض کردم، ایران شدیداً یا جناحی در ایران شدیداً خواستار این سیاست تنش صدایی هست و حل و فصل کردن اختلافات خودش با جامعه جهانی. در اولین مورد، در مورد آینده سوریه هست که آینده سوریه رو بسیار نامعلوم، مبهم و بسیار پیچیده تر از اکنون میکنه، و اون موقع هست که باز هم ممکنه این بحران به جاهای دیگه سرایت کنه و این غرب و کشورهای غربی و کشورهای منطقه‌ای رو بسیار نگران کرده. و خب، این هست که حتی سازمان ملل متحد و کشورها هر کدوم جداگانه دعوت کردن طرفین رو برای اثرگیری گفتگوها و پادرمیانی، و ممکنه حتی در عراق باز هم تنش‌ها به شیوه غیر مستقیم در مسئله یمن بند عرض کردم، و نگرانی کشورهای خلیج هم یعنی در این مورد میشه اضافه گفت کرد. یعنی میشه چنین نتیجه گیری کرد از این صحبت‌ها که گفتگوهای صلح مثلا در قرار بود در پایان این ماه بین نمایندگان حکومت بشار اسد با مخالفان به منهای داعش و جبهه النصره صورت بگیره، اون به هم میخوره، گفتگوها در یمن هم مختل میشه؟ اگر به هم نخوره واقعا مبهم است که اولا
که به هم خوردن یا نخوردن موضوعی و آینده اون بدون دو با بذارین طوری بگیم دو کشور مهم در منطقه که عربستان و ایران که از قضا بسیار نقش مستقیمی در تحولات سوریه و حتی عراق هم دارن، از یک طرف ایران دفاع از شیعیان و عربستان دفاع از سنی ها و حتی جدیداً کردها هم به این مجموعه اضافه شدن، پس این منطقه رو بیشتر از پیش پر از تنش و به لبه پرتگاه ممکنه جنگ های بسیاری بکشونه و این است که کشورها در این موقع باید با تدبیر و عقلایی بودن سیاست های ایدئولوژیک خودشون رو به کناری بگذارن و سعی در حل و فصل اختلافات خودشون و به نوعی یک بدبستان متوازن بین کشورها. اینجا هست که سیاست هژمونی که هیچ یک از کشورهای عربستان و ایران نباید حرف اول را بزنه و یک نوع توازن نسبی پایدار رو ما باید برای گذر از این بحران شاهد باشیم. آقای مجتهدزاده از شما میپرسم، اگر این رو میپذیرید صحبت‌ها رو که به نوعی وضعیت بدتر خواهد شد در سوریه، در یمن ممکن جنگ‌هایی هم پیش بیاد، شما فکر می‌کنید که چگونه میشه جلوگیری کرد از گسترش بحرانی که تا اینجا اومده بین عربستان سعودی و ایران و تبعاتش بر مثلا جنگ سوریه و یمن؟ من گمان نمی‌کنم بازیگران صحنه ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه محدود به ایران و عربستان سعودی باشه. ما نباید از یاد ببریم که بازیگر اصلی در حال حاضر عرض کردم ایالات متحده امریکا با همکاری روسیه هست و این بازیگران اصلی اجازه نخواهند داد که وضعیت سوریه تحت تأثیر شرایطی که الان پیش آمده است بین ایران و عربستان سعودی قرار بگیره. یک نکته‌ای که من باید روشن بکنم، اینجا ضرورت دارد روشن بکنم، اون بحثی بود راجع به تنش زدائی وسط اومد. بنده مخالف، طبیعتاً هیچ کس مخالف تنش زدائی و مخالف، عرض کنم حضور شما، که بهبود بخشیدن به روابط منطقه‌ای مخالفتی داشته باشد. بحثی رو که بنده کرده بودم این بود که تنش زدائی به صورتی که در دولت 11 جمهوری اسلامی ایران پیگیری می شود از موضع انفعالیست، از موضعی که آقای صادق خرازی برای ما به ارث گذاشت در روابط خارجی. ما باید این بحث تنش زدائی رو عاملانه و متشخصانه و از موضع فعال پیگیری بکنیم و شرایطی پیش بیاوریم که قدرت‌ها در منطقه به توازن لازم برسند و در اون صورت وقتی توازن ایجاد شد خود به خود تنش از بین میره. بحث من این هست در مورد اینی که ما چگونه این شرایط پیش میاد. شما میگید که موضع سیاست خارجی دولت آقای روحانی انفعالی است و باید توازن پیش این خیلی خوب چی کار باید بکنه دولت آقای روحانی چی کار باید بکنه؟ باید قاطعانه برخورد بکند. یعنی چگونه؟ به این صورت عرض کنم حضور شما که وقتی میبیند که دولت جدید، نسل جدید آل سعود در ریاض آمادگی صحبت کردن رو در روی را ندارد، هی التماس و تمنا نکند که بیایید با هم صحبت بکنیم که منجر بشود به اینی که دولت سعودی به زبان علنی اهانت بکنه به ایران و بگه پر پیکارتون و این نتیجهش این میشه از نظر روانشناسی سیاسی، نتیجهش این میشه که خودش رو، دولت سعودی خودش رو در مقطع بالا قرار میدهد در مقابل ایران و این ضد توازن هست. یعنی ممکنه بگید که مثلا قاطعانه وضعیت برخورد می‌کردیم با آقای مجتهدزاده؟ وضعیت فکر نمی‌کنید خیلی حساس هست؟ شرایط حساس هست، به نوعی به جای خطرناکی رسیده. قاطعانه برخورد کردن یعنی چی؟ یعنی آقای روحانی به جای اینکه بخواد تنش زدایی بکنه چه کار باید بکنه؟ ببینید من به شما الان عرض کردم وقتی که ما اونجا سفارت داریم در عربستان سعودی، داشتیم تا حالا و همه عوامل لازم و میبایستی در مشورت با این اعضای دولت ایران در اونجا میبایستی اطلاعات لازم را به کسب میکردیم که تمنا کردن از آل سعود، نسل جدید آل سعود برای مذاکره به زیان ما تمام میشد. میبایستی این را به تأخیر مینداختیم. میبایستی از یه دولت دوست تقاضا میکردیم که وسادت بکند مثل دولت عمان و غیر ذالک. ببینید این برخوردی خواهش تمنای مجدد و مجدد و مجدد
از موضع ضعف برخورد کردن با مسئله هست و این سبب نتیجهش این شده که امروز ما باش در رو در رو هستیم. اجازه بدید یک مطلب دیگه. بله سریع بفرمایید. بله بنده مخالف این نیستم که برای ریشیابی مسائل موجود به تاریخ مراجعه بکنیم، ولی این هم حد و حدودی دارد. ما نمیتوانیم بحث روابط هخامنشیان و یونان رو اینجا وسط مطرح بکنیم و بگوییم چنین چنان شده است. مگه همچین بحثی مطرح شده؟ امروز ما باش سر و کار داریم مسائل خلق و مسائل واقعا امروز است، یعنی مسئله است واقعا مربوط میشود به بعد است توافق هسته‌ای ایران با غرب که شکل ژئوپلیتیکی خاورمیانه رو به طور کلی دگرگون کرد و ایالات متحده آمریکا که بزرگترین خصم علیه ایران بود تبدیل شد به همکار ایران در مسئله سوریه و بقیه خاورمیانه. این وضعیت جدید است. در این وضعیت جدید ما شاهد این بودیم که اسرائیل و عربستان سعودی چه می‌کردند برای جلوگیری از این توافق. آیا ما فراموش کردیم؟ آیا ندیدیم که اسرائیل و عربستان سعودی چگونه دست در دست هم سعی می کردن که از این توافق جلوگیری بکنند؟ برای چه؟ برای اینکه جلوگیری کرده باشند از وضع ژئوپلیتیکی امروز که ایران در منطقه از نظر ژئوپلیتیکی وضع بسیار بهتری پیدا کرد و عربستان سعودی با عرض کنم تروریست پروری های گسترده خودش داعش و غیر ذالک که از طرف اتحادیه اروپا و از طرف ایالات متحده امریکا و از طرف روسیه و چین محکوم شده بود، در این وضعیتی که عربستان سعودی به طور کلی محکوم هست صحیح نبود که دولت ما اجازه بدهد که شرایطی پیش بیاید که به قول دوست ما یک نیروی سوم پنجم دهم بیاید و سفارت ها رو اشغال بکند. این رو ما باید از دولت آقای روحانی انتظار می‌داشتیم. من یه پرسش خیلی کوتاهی داشتم. فرصت شما خیلی صحبت کردید آقای مشتاق، ولی خیلی کوتاه به این پرسش هم پاسخ بدید. من یه جمله تموم بشه. فرصت خیلی کوتاه هست. اینو می‌خواستم بگم. اینجا در عراق آقای مشتاق خیلی خوب جملتون رو بگید، ولی من اجازه بدید سوالم رو مطرح کنم. اگر اجازه بدید تا حالا گفته بودم. بگید. یک جمله و اونم این است که دولت آقای روحانی اگر تهدیدهایی رو که هشدارهایی رو که قبلا داده بود رعایت میکرد و پیشدستی میکرد و پس از قتل نمر میآمد و خب گفتید این رو اجازه بدید من پرسشم رو مطرح کنم. این رو در گذشتم گفتید آقای مشتاق زاده. از این اتفاقات نمیافتاد. بسیار خب آقای مشتاق زاده شما میگید در تهران این اتفاقات نیروی چندم اتفاق افتاد، در همین عراق در بغداد تظاهراتی شد به مراتب بیشتر گسترده تر از تهران، اعتراضات بیشتر بود در بین شیعیان. مسئولیت با ایران نیست. اجازه بده در بین شیعیان من اجازه سوال پرسش من این نیست، در بین شیعیان عراق به مراتب اعتراضات بیشتری شد به شیخ نمر، اعدام شیخ نمر در ریاض، روحانی منتقد شیعه، ولی به رغم وضعیت امنیتی که در بغداد هست دولت آقای عبادی سفارت رو حفظ کرد، سنگی هم به سفارت عربستان سعودی پرتاب نشد و هیچ کسی هم در مقابل این اعتراض ها در واقع انتقادی نتونست بگیره. چرا این اتفاق در تهران نیفتاد؟ منظور من اینه که آیا فکر نمی کنید که همین مسئله گروه هایی در ایران وجود دارن که میخوان دامن بزنن به این تنش ها برخلاف دولت آقای روحانی؟ خب البته منم اون گروه ها رو محکوم کردم و محکوم میکنم و اون اقدامات رو محکوم میکنم، ولی صحبت بر سر این است دولت تدبیر میبایستی تدبیری را به کار میبرد که با توجه به این وضعیت جلوگیری بکند از این حوادث. بله بسیار خوب آقای عبدالوند شما چی فکر میکنید؟ فکر نمیکنید به نوعی کار برای آقای روحانی، دولت آقای روحانی سختتر شد با وضعیتی که پیش اومده، با نوع واکنشی که در تهران نشان داده شد؟ ببینین من میخواستم شما رو از نظر تاریخی به یاد این مطلب بندازم که یه موقع هم سر مسئله مکانوس در واقع دولت‌های غربی سفراشون از ایران پس کشیدن ولی بعداً همه این سفرا بازگشتن. من زیاد برای اینکه سفرای کشورهای عربی و چند تا کشور دیگری که از عربستان سعودی حمایت می‌کنند زیاد نگران نیستم. دولت ایران یک دولت است که خیلی متعادل تا الان برخورد کرده. سیاست خارجی آقای روحانی از دید من سیاست بسیار متعادلی بوده و اینم یادمون نره که در ایران کنسنس وجود داره، یعنی وزارت خارجه ایران با همه جناح سیاسی در حال دیالوگ و اون دیپلماسی رو که در نظر میگیرند
مطمئنا دیپلماتی نظام و دیپلماتی دولت نیست. مطمئنا کشورهای دیگر مثل اسرائیل سعی میکنن در سیاستهای دولت مثل دولت امریکا تاثیر بذارن. یادمون نره که آیپک با همه فشاری که در امریکا به دولت امریکا آورد نتونست مانع قرارداد اتمی بشه. اما مشکل اساسی مشکل دیگری است. ما داریم یه دست ترانسفورماسیون از یک سیستم اونیپولار که ایالات متحده میگفت من قدرت مطلق دنیا، به یه سیستم مولتیپولار میریم. در این میون رول ایران به عنوان رگولاتور قدرت در شکل گیری قدرت در خاورمیانه برای همه اکتورها اهمیت اساسی داره و این مسئله بود که عربستان سعودی رو به فرار به جلو ناچار کرد. یعنی عربستان سعودی دید که در یمن با شکست مواجه شده، الان ناچار شده برای دفاع سیاستهاش مزدورها رو از کشورهای مختلف مثلا از سودان بیاره. یادمون نره که دولت آقای البشیر خودش به عنوان توی لیست ترور امریکاست، امروز از عربستان سعودی حمایت میکنه. عربستان سعودی ایزوله شده کاملا و پاسخ این ایزولاسیون اعدام آیت الله نمر بود که به نظر من این در واقع یکی از خطاهای استراتژیک عربستان سعودی بوده. در شکل گیری قدرت و موازنه قدرت در خاورمیانه این پدیده نمیتونه تاثیرگذار باشه، همونجور که فشارهای اسرائیل به دولت امریکا سر مسئله اتمی تاثیری نذاشت. آینده خاورمیانه رو دولت ایالات متحده امریکا، دولت روسیه و دولت ایران تعیین خواهند کرد. این در واقع نتیجه‌گیری کلی من. بسیار خوب، شما شنیدید آقای پرویز رحیم که صحبت‌های آقای عبدالوند رو، یعنی نمیشه آیا نگران بود نسبت به عمیق‌تر شدن این مسئله؟ یعنی فکر می‌کنید وارد مرحله خطرناک‌تری نمیشه این اتفاقی که افتاد؟ نیروهای توازنگری وجود داره که فرامنطقه‌ای هستند و اونها اجازه نمیدن. شما نگرانی های روسیه، سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا، کشورهای غربی رو ببینید و این باعث میشه که به حد آستانه نرسه که به جنگ مستقیم برسه. اما بنده برخلاف دوستان معتقد هستم که تا زمانی که این نظام و هویت سیاسی این نظام، کدوم نظام؟ نظام جمهوری اسلام ایران بر مبنایی باشه که به نوعی کشورهای دیگر رو ضد غربی، ضد امپریالیستی، اون شعاراتی که در اوایل انقلاب و به نوعی هر دولتی میاد سر کار یک تعدیل و یک بازسازی رو انجام میده، دولت بعدی باز دوباره برمیگرده سر جای اول. شما ببینید از اول انقلاب اسلامی ایران اگر فشارهای بین المللی یا منطقه‌ای نبود، جمهوری اسلامی ایران بسیار بیشتر از این میرفت. پس اینجا یک ببینید سیاست‌های هویتی هستن که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران شاید نمیتونه. نظام اون... سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک دست نیست. دولت آقای موافقم. روحانی هم هست، طرفایی هستن. اما شما تصور کنید آقای روحانی یک حدودی رو داره. آیا در جمهوری اسلامی ایران، من همین سوال رو مطرح میکنم و شاید خاتمه صحبتام، آیا جمهوری اسلامی ایران بر مبنای منافع ملی عمل کرده در روندهای سیاست خارجی و سیاست گذاری؟ بر چه مبنای عمل کرده؟ کوتاه بگو. شاید بخشی منافع ملی بوده و بخشی دیگر از نگاه ایدئولوژیک نظام سیاسی برخواسته. بسیار خب، پس میشه از صحبت‌های مجموع صحبت‌های شما نتیجه گیری کرد که این تنش و این بحرانی که در روابط بین عربستان سعودی و ایران ایجاد شده بیشتر از این، فراتر از این نخواهد رفت و این مرحله پایانیش هست و بیشتر از این، بیشتر احتمال به از این فروکش کردن بحران هست تا برپایی جنگی، بر اساس دلیلی که ارائه کردم که هیچ یک از کشورهای منطقه، کشورهای بزرگ منطقه و کشورهای فرامنطقه این رو نمیخوان و از طرفی خود ایران هم به نوعی اشاره کردم که نمیخواد، داره پرهیز میکنه. اما یک نکته رو میخوام عرض کنم اینجا خدمت شما و بینندگان عزیز که بعد از فروکش کردن حتی این بحران با این مقدمه ای که عرض کردم، باز ممکنه در جاهای دیگه اگر از طرف عربستان و از طرف جمهوری اسلامی به سیاست‌های خودشون ادامه بدن، این تقابل رو در سیاست خارجی ما شاهد خواهیم بود و به نوعی شاید دوباره شاهد بحرانی دیگر در سر پرونده دیگر یا منطقه دیگر باشیم. بسیار خوب، آقای مجتهدزاده شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید بحران و تنشی که بین عربستان سعودی و ایران به این مرحله رسیده فراتر از این نخواهد رفت، وارد مرحله خطرناک نخواهد شد؟ من امیدوار هستم که اینطور باشد و
علائم و آثار نشان می‌دهد که سرانجام قضیه باید همینی باشد که الان شما گفتید. چرا؟ همینطور که قبلا عرض کردم، ما وقتی دیگر بازیگران سیاسی این منطقه رو که به خصوص فرامنطقه‌ای ها رو در نظر بگیریم، این اطمینان رو می‌شود حاصل کرد که وضعیت فعلی مهار خواهد شد و اجازه گسترش پیدا نخواهد کرد. اما در این وسط ما باید که چند نکته رو عرض کنم حضور شما مورد توجه قرار بدیم. صحبت‌های دوست ما در استودیوی شما ابتدا قسمت اولش تماماً به سود عربستان سعودی و کوبیدن ایران بود و در قسمت دوم درست برعکس تشویق دولت ایران و کوبیدن عربستان سعودی. من با این قسمت دوم بحثیشون کاملاً موافق هستم که عربستان سعودی در این تشبثی که الان خودش رو دچار کرده است به جایی نخواهد رسوند. برای اینی که همینطور که ایشون اشاره کردن، من اجازه دارم یک چیزی رو مطرح کنم آقای جوانمردی؟ به دلیل اجازه بدید اگر اجازه صحبت کنم. البته خیلی کوتاه، من به جای ایشون، چون ایشون فرصتشون تموم شده، فقط بگم که گفتن دو بخش دولت رو تایید کردن، تا اگر درست متوجه شدم گفتن، ولی بخش‌های دیگر مثلا سپاه پاسداران قسمت اول بحثشون از اونها انتقاد کردن، به صورتی بوده است که ایران رو محکوم میکرد، قسمت دوم ایران رو تایید میکرد، بله، عربستان رو. حالا به هر حال من صحبتم این هست که عرض کنم حضور شما که تأسف من در این هست که در شرایط این اتفاقات افتاد که عربستان سعودی در چشم دنیا محکوم شده بود به دو دلیل. یک، به دلیل جنگافرینی نسل جدید آل سعود که حتی مراکز مهم اطلاعاتی غرب رسما گفتن که اقدامات دولت ملک سلمان و ولیعهدش و وزیر خارجش در جنگ آفرینی علیه ایران میتواند برای صلح و امنیت جهان خطرناک باشد. از طرف دیگر هم ترویج تروریسم اسلامی در قالب طالبان، القاعده، داعش و غیر ذلک باز هم عربستان سعودی رو محکوم کرده بود در چشم جهانیان، و در این شرایط بود که متاسفانه اجازه داد این اتفاقات ناخوشایند در تهران و مشهد صورت بگیرد و در چشم جهانیان وضعیت محکوم عربستان سعودی تا حدودی تخفیف پیدا بکند و مقداری از گناه این برخوردها متوجه ایران باشد. این رو من اگر از دولتی که پیشبینی نکرد این وضعیت رو انتقاد نکنم، از چه کسی انتقاد بکنه؟ اما اینی که ما در وضعیت فعلی، در دولت فعلی و روابط خارجی ما وضعیت بسیار بهتری پیدا کرده، شکی درش نیست. کجا هست این دوست ما در استودیوی شما که ببیند روز انتخاب شدن این دولت من چه کردم برای معرفی ماهیت تنش زدایی و عرض کنم صلح طلبی جهانی این دولت من چه کردم، بله، و تا چه اندازه حمایت کردم؟ امروز درست نیست که ما بخواهیم در مقام ناظران بین المللی فقط جناحی گرایی داشته باشیم، فقط یک طرف رو محکوم بکنیم، طرف دیگر رو از همه تقصیرات مبرا داشته باشیم. ما هم باید در نگاه سیاسی خودمون به شرایط توازن برقرار کنیم. بسیار خوب، البته فرصت ما رو به پایان هست، ولی تا اونجایی که بدونم هر سه میهمان گرامی نظرهای خودشون رو مطرح کردند و نظرها صرفا متعلق به خود شماست و نه نظر صدای آمریکا. سپاسگزارم از هر سه میهمان گرامی. پرویز رحیم در استودیو، آقای بهروز عبدالوند از برلین آلمان و پیروز مجتهدزاده از لندن، و همچنین از شما بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه افق که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، بدرود. نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی در جهان یا CES هر ساله در هفته اول سال جدید در شهر لاس وگاس برگزار میشه. تیم خبری 2.0 هم از طرف بخش فارسی صدای آمریکا در CES 2016 خواهد بود تا آخرین تازه‌های فناوری و دنیای الکترونیک رو به خانه‌های شما بیاره. پانزدهم تا نوزدهم دی ماه گزارش‌های ما رو در برنامه‌های تلویزیونی، وبسایت و صفحات اجتماعی بخش فارسی صدای آمریکا دنبال کنید. این صدای آمریکاست.